یکی از وظایف ما در این زمان دعا برای امام زمان از بار را فداست، که اگر ما برای امام زمان دعا بکنیم فواید زیادی برای خود ما همین الان داره که بعضیشو برای شما عرض میکنیم. هر که برای امام زمان از بار را فدا دعا بکنه، خداوند متعال نعمتشو زیاد میکنه. دعا برای امام زمان از بار را فدا موجب نجات از فتنه‌های آخر زمان میشه. هر کس برای آقای امام زمان دعا بفرماد، آقای امام زمان هم برای او دعا میفرماد. و اگر هیچ فایده نداشته باشه مگر همین یکی که دعای امام زمان از بار را فدا شامل حال ما بشه، دنیا و آخرت ما را بسه. از دعا برای امام زمان غفلت نکنید که دنیا و آخرتتون را خدا آباد میکنه. شفاعت امام زمان از بار را فدا شامل حال انسان میشه. شفاعت حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم شامل حال انسان میشه، موجب اجابت دعای خود انسان میشه، موجب دفع بلا میشه، موجب وسعت رزق میشه، موجب آمرزش گناهان انسان میشه، موجب تشرف به دیدار امام زمان در خواب یا بیداری میشه، پاداش و فواید نیکی به پدر و مادر را داره، پاداش رعایت و ادای امانت را داره، نور امام زمان در دل انسان زیاد میشه، موجب طول عمر دعا کننده میشه، به نور قرآن مجید انسان هدایت میشه، به پاداش طلب علم فائز میشه، از گرفتاری عالم آخرت انسان نجات پیدا میکنه، در هنگام مردن به انسان بشارت میدن و با انسان مدارا میکنن، انشاءالله از اهل بهش میشه. دعای حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم شامل حال این دعا کننده خواهد شد. کردارهای بد انسان تبدیل به خوبی میشه. به برکت دعا برای امام زمان عقوبت از اهل زمین دور میشه. پاداش کمک به مظلوم را داره. پاداش احترام به بزرگسالان را داره. پاداش خونخواهی حضرت امام حسین علیه السلام را داره. شایستگی دریافت و فهمیدن احادیث ائمه اطهار علیه السلام را پیدا میکنه. در روز قیامت دیگران از نور او استفاده میکنند. برای 70,000 نفر گناهکار میتونه شفاعت بکنه. دعای حضرت امیرالمومنین علیه السلام شامل حال این دعا کننده میشه. خداوند متعال این شخص را در عبادت معید میکنه، بدون حساب یا با حساب آسون به بهش میره، از تشنگی روز قیامت در امان خواهد بود، موجب مجروح شدن صورت و قلب شیطان میشه. در روز قیامت تحفه مخصوصی برای دعا کننده میارن و بهش میدن. خداوند متعال از خدام بهش به خدمتش میگماره. مادامی که مشغول دعا هست، رحمت خداوند متعال او را فرا میگیره. مجلس دعا برای امام زمان از بالا فدا محضر ملائکه مکرمینه. پاداش خیرخواهی مؤمن را داره. دعا کننده مورد مباهات خداوند متعال میشه. ملائکه برای این دعا کننده طلب آموزش میکنه. موجب خوشنودی خداوند متعال میشه. 43 موجب خوشنودی حضرت پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم میشه. از بهترین اعماله. خداوند متعال او را از حکام بهش قرار میده. مونس مهربانی برای او در برزخ و قیامت خواهد بود. موجب برطرف شدن غصه و اندوهش. ملائکه درباره او دعا میکنند. دعای امام زین العابدین علیه السلام شامل حال این دعا کننده میشه. موجب کمال ایمان میشه. پاداش شهادت در رکاب حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم را بهش میدن. پاداش کسی را داره که در زیر پرچم امام زمان ارواح رفدا شهید بشه. پاداش احسان به امام زمان ارواح رفدا را داره. پاداش اکرام عالم را داره. پاداش اکرام کریم را داره. با ائمه طاهرین علیه السلام محشور میشه. درجات او در بهش بالا میره. از بدی حساب قیامت در امان میمونه. در روز قیامت به بهترین درجات شهدا نائل میشه. شفاعت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها شامل حال این دعا کننده خواهد شد. پاداش حج خانه خدا را داره. پاداش عمره را داره. پاداش 2 ماه اعتکاف در مسجد الحرام را داره. پاداش 2 ماه روزه را داره. در روز قیامت شفاعت این شخص برای دیگران قبول میشه. 100,000 حاجتش در قیامت برآورده میشه. بهتر از 10 مرتبه طواف در اطراف کعبه است. پاداش بنده آزاد کردن را داره. گویا 1,000 سال به خداوند متعال خدمت کرده و به 1 چشم بر هم زدن نافرمانی خدا را نکرده. گویا 9,000 سال خداوند متعال را عبادت کرده، عبادتی که شبها را عبادت می‌کرده و روزها را روزه می‌گرفته.